خوش آمدین با برنامه رو در رو. برنامه رو در رو 500,000 افغانی جایزش که وابسته به بردن و نبردن است، اما 10,000 افغانی و یک سیت موبایلش حتما یک از خانواده ها برنده میشن. مگر یک شرط داره، اول 4 سوال ساده را باید جواب بدن، 300 امتیاز را پوره کنند، بعد از این 10,000 افغانی یک سیت موبایل را ببرن. خانواده که دست چپ من قرار داره خانواده حکیمی است، میریم با اعضای خانواده معرفی میشیم. خوب بلند تشریف کنند. ای خانواده طاهر رهبری میکنم. خوب هستم طاهر جان، کجا هستم؟ مرتبه نزد خانواده را محمد طاهر حکیم هستم. خدمت شما یک سلام دارم خدمت شما حاضرین در تالار و کامرمینای عزیز. محمد طاهر حکیمی هستم، برادرم امه جان شغل آزاد دارن، دخترم از آرزو جان متعلم صنف 12 است، خواهرزادیم سمیم جان در یک کمپانی خصوصی کار میکنم. بسیار خوب، مشرف شده. میریم به طرف خانواده بیات. و این خانواده را زهر رهبری میکنم. زهر جان خوب هستم؟ تشکر. جان تانجور از معرفی کنم از خانواده را. به نام یاد خدا زهر بیات هستم، عضو تیم جوانان بسکتبال افغانستان، سر تیم خانواده بیات، فرزاد جان نواسی کاکایم در یک فارغ متعلم صنف 12 در لیسه ارشاد، مسیح جان نواسی خاله معاون فنی فدراسیون ورزش های سیگانه، نیلوفر جان دختر امه. چی کار میکنه نیلوفر جان؟ در یک از دفاتر شخصی ایفای وظیفه میکنه. بسیار خوب، با افتخار هر دو تیم یک کم ببینید. هر دو سر تیم هم میایم. بیاییم طاهر جان، خیلی خیلی کنی میشه اون وقت سوال که شما دو نفر میخواییم پرسان کنم، سوال از قبل از 100 نفر پرسیدیم، اونا جواب دادن، تعداد جواب ما شده 7 جواب. شما اولش بیشترین، شما رفتمش کمترین امتیاز داره. هر کس بیشترین امتیاز با زدن سی جا که پیدا کرد و طرف خانواده خود سعی میکنن، خانواده برشان مشوره میتن که بیا یا واگذارش کن. به می رقم ارشار سوال مرحله اول پیش میریم. چرا خاموشی از گپ بزنیم؟ دقا آوردم. دقا آوردیم؟ شما دق میاریم. در روزهای رمضان ساعت از روز را بگویید که شما احساس تشنگی یا گرسنگی میکردید. خیر؟ ساعت 4 بعد از ظهر. 4 بعد از ظهر؟ است؟ 4 بعد از ظهر یا 4 بجه؟ شما شانس دارین؟ ساعت 12. 12. است؟ 12 بجه. شما به خیال داشت کردین، رفتیم به طرف خانواده بیات. فرزاد؟ ساعت از روز نامبرنگ در رمضان احساس تشنگی و گرسنگی می کردید؟ 2 بجه. 2 بجه. است؟ مسیح است؟ ساعت 10. 10. در 10 بجه اگر شما گوش نمیشین بعد از ظهر شاید زوف هم میکنین. است؟ خانواده حکیمی بین خود مشوره کنین. نیلوفر ساعت از روز شش. شش چی کده؟ شش شام. شش شام؟ بله. یک ساعت پیش از افطار. است؟ شش بجه. زوال ساعت از روز رو نام ببرین که شما احساس تشنگی یا گرسنگی میکردین در رمضان. 11 صبح دیگه. بله 11 صبح. 11 بجه. فرزاد ساعت از روز رو نام ببرین که شما احساس تشنگی و گرسنگی در رمضان میکردین. 5 بجه. 5 بجه است؟ 5 بجه. مسیح ساعت از روز رو نام ببرین که شما احساس گشنگی و تشنگی میکردین در رمضان. 3 بجه است؟ 3 بجه. نیلوفر ساعت از روز رو نام ببرین که احساس تشنگی و گرسنگی میکردین. 7 بجه. 7 بجه. بله نزدیک افطار. 7 باز همون ساعت میخوردین هم میشد دیگه چون اذان میداد. است؟ اولین به طرف خانواده حکیمی سمیم، ساعت از روز را نام ببرین که شما احساس تشنگی و گرسنگی میکردین در رمضان. 1:30 بجه. 1:30 بجه. آرزو؟ 2 بجه. 2 بجه. امید؟ 2 بجه. طاهر شما تصمیم میگیرید؟ شما تصمیم میگیرین که با کی هم نظر باشین یا خودتون کدام چیز میگین؟ ساعت از روز را نام ببرین که 2 بجه. بله اگر جوابشان درست بود برابر 100 امتیاز میگیرن اینا، اگر اشتباه بود 80 امتیاز میگیره خانواده بیات. از 2 بجه مبارد 81 امتیاز آمد به طرف خانواده بیاد. فکر کن دو بجه را یکی از شما گفته بودن چلیپا هم خورده بود. در اونجا متوجه نبودن که چلیپا خورده بود. خیر جواب که باز نشده را میخوانیم. 2 1 بجه. خیر 81 امتیاز از هنوز قدر گپ بالا نرفته. نه سر فیلم است، خطا میه دایرکت ترکیز این چیزا نوشته میشه، هنوز فیلم شروع نشده. حالا ادامه فیلم یا ادامه برنامه را پیش ببریم با فرزاد و امید. تشکر کنیم.
سوال دوم مرحله اول شما قرار است جواب بدین. آماده هستین؟ سوال که شما دو نفر میخواییم پرسان کنم، قبلا از 100 نفر پرسیده شده، اونا جواب دادن، تعداد جوابای ما شده 6. چیزی را نام ببرین که عروس و داماد خودشان به طور مشترک برای محفلشان انتخاب میکنند. جای عروسی. جای عروسی است. سالون عروسی. بله، خوب آرزوها داریم. نافرین، رفتیم به طرف خانواده بیات. مسین، چیز را نام ببرین که عروس و داماد به طور مشترک در محفل خودشان انتخاب میکنند. موسیقی. موسیقی. داماد میگه گمش که از همون کوچه میاریم این نفرم اونجا بخانه چهار تا بچه هاست رقص میکنه کلش در است. بله، گروه موسیقی. نیلوفر، لباس عروسی. لباس عروسی است. لباس عروس. زهر، موتر گلپوش. موتر گلپوش است. فرزاد، لوازم عروسی. لوازم عروسی است. خانواده حکیمی، دمی سوال یک جواب اگر شما پیدا کنین بیشتر از 52 امتیاز هم میگیرین. بلند گپ نزنین، اینا میشنوام. بلند گپ نزنین، هنوز مسی شانس داره اینجا جواب بده. مسی جان، آرایشگاه. آرایشگاه است. آمدیم به طرف خانواده حکیمی. سمین، چیز را نام ببرین که عروس داماد مشترکن در محفل خود انتخاب میکنن. زیورات. زیورات. آرزو، وسایل خانه. وسایل خانه. امید، زیورات. درست. زیورات. تاهر شما تصمیم میگیرین که با زیورات، با مسائل وسایل خانه یا کدام چیز نو خودتون داشته باشین دو تاکید کنین نمبر انتخاب کنین. زیورات. زیورات. اگر جوابشان درست بود بیشتر از 52 امتیاز میگیرن، اگر اشتباه بود 52 امتیاز خانواده بیات میگیرن. است. زیورات. چلا 67 امتیاز آمد به طرف خانواده حکیمی با یک جواب. اگر چله هم هست به جمع زیورات میره، به او خاطر جوابشان دقیق شد. کمپیوتر امور قبول کرده. حال جواب هایی که باز نشده را میخوانیم ببینیم که آرزو داماد دسته یک چی ها را میخرن یا انتخاب میکنن. 5. لباس داماد از عروس گفته بودن. 2. استیج عروسی که چه رقم گلا بزنن. خانواده باید در 81، خانواده حکیمی 67 امتیاز. میریم به طرف یک وقفه، بعد از وقفه سوال سوم می کنیم. باید در برنامه خوش آمدید. موقع پرسیدن سوال سوم رسیده که امتیازش ضربه دو میشه. ببینیم که نفرهای سوم چه رقمی جواب میدن. تشویق کنیم مسی و آرزو را. شانس خوب بردیتان. سوال که شما دو نفر میخواییم پرسان کنیم سوال است که قبل 100 نفر پرسیدیم، اونا جواب دادن، تعداد جوابای ما شده 5. زمان را نام ببرین که دوست ندارید زلزله شود. شب، وقت خواب. در خواب. در خواب باشن است. خواب. شما شانس دارید یکی دور اگر پیدا بودن امتیاز بیشتر خواهد بود. عروسی. دارسی. عروسی خود تا باشی از مردم. خود ما باش. داماد استاد عروس بمانه داماد یک دفعه بگیره. الان زلزله هست. عروسی. اما امتیاز شما زیادتر است. رفتیم به طرف خانواده حکیمی. سمین، زمان را نام ببرین که دوست ندارین زلزله شود. وقت نماز. وقت نماز هست. طاهر، زمان را نام ببرین که دوست ندارین زلزله شود. وقت حالت رانندگی. در حالت رانندگی است. خانواده بیات بین خود مشوره کنین. شما بیخی فرمایش میتین دیگه که چه وقت شود چه وقت نشود. امید، زمان را نام ببرین که دوست ندارین زلزله شود. در مسجد بودن. در مسجد. بله است. آمدیم به طرف خانواده بیات. نیلوفر، زمان را نام ببرین که دوست ندارین زلزله شود. تمام کردن. مسی؟ موافق هستم. فرزاد؟ زال؟ خیلی موافق. راست هم میگن شاور چالان باشه زلزله شوه جان باگم بفته هست کجا بگیشی؟ مجبور گفته افکاران و دودان پتشایی بگیریز.
اگر جوابشان درست بود بیشتر از 64 امتیاز میگیرن، اگر اشتباه بود 64 امتیاز خانواده حکیمی میگیرن. هست؟ همون کردن 120 امتیاز آمد به طرف خانواده بیات و 201 میشه. راستی امتیازاتان مبارکتان باشد، 200 بالا رفت امتیازاتان. جواب هایی که باز نشده را میخوانیم ببینیم مردم برای زلزله چی فرمایش داده. 100 نفر که در کدام وقت نشه. 4 غذا خوردن چیز نبود. 2 تشناب بودن. این وقت واقعا سخت است، این وقت سخت است واقعا. کاغذ تشناب هم دور باشد. خیر، زیاد مردم سر نان می باشن، این گفت باره نمی زنیم. سوال 4 ما می پرسیم از نفرهای 4. تشویق کنین نیلوفر و سمیم. نیلوفر، سمیم، سوال 4 ما همیشه 300 امتیاز داره، چرا که ضرب 3 میشه. یک طرف اگر صفر هم باشه برنده میسازه. آماده هستین؟ بله. سوالی که شما 2 نفر میخوایم پرسان کنم، قبل از 100 نفر پرسیدیم، اونا جواب دادن، تعداد جوابای ما شده 4. یکی از تیم های فوتبال لیگ برتر افغانستان را نام ببرین که نام پرنده در آن ذکر شده باشد. شاهین آسمایی است. شاهین آسمایی. رفتیم به طرف خانواده حکیمی. طاهر، یکی از تیم های لیگ برتر افغانستان را نام ببره که نام یک پرنده هم بهش بود. البرز. سیمرغ البرز هست؟ سیمرغ البرز. شما مشوره نمی کنیم فعلا آرزو جان. شما در 4 طرف میدم های خیلی چی بگیم سیمرغ و مرغ آنه پدر هم گرفت. امید؟ عقابان اندوکش. عقاب های اندوکش هست؟ عقابان اندوکش. آرزو؟ دعباسین سپه. هست؟ سمیم، یکی از تیم های فوتبال لیگ برتر افغانستان نام بگیرین که نام یک پرنده بین نامش باشه. سیمرغ. 60 مرغ شد. پیشتر 30 دانش باز شده و 30 مرغ. هست؟ خانواده بیات بین خود مشوره کنین. طاهر، یکی از تیم های فوتبال لیگ برتر از افغانستان نام بگیرین که نام پرنده بین نامش باشه. 5 ثانیه وقت دارین. 1 2 3 4 بگوین یک چیزه. 5. خدا کنه پیدا کرده باشین. بسکتبال بازی میکنین شما؟ در فوتبال علاقه دارین؟ خوب است دیگه. تنها رونالدو را دوست دارم. تنها تیم ریال مادرید دوست دارم. دسمال هم نیست که بتم دادم. یکان دفعه بارسلونا رو ببینید نظرتان عوض میشن. نیلوفر؟ دسپینغر بازان. دسپینغر بازان. موافق هستم دسپینغر بازان. فرزاد؟ دسپینغر بازان. موافق هستم دسپینغر بازان. دسپینغر بازان. باز. باز. پرنده است؟ یس. است؟ اگر جوابشان درست بود 252 امتیاز 300 میشه، میایه به طرف از اینا میشن 501 برنده خواهد شدن. ورنه 252 امتیازه او خانواده میگیره، او خانواده 300 و چند میشه؟ 19 هست؟ سپیرغر بازان! آها، مبارکتان باشه، آفرینتان. 10,000 افغانی از طرف برنامه برنده هستین، یک سیت موبایل از طرف شرکت خالد لمر. تشکر از شرکت خالد لمر، مبارکتان باشه. شب بدانید دوستان. خب، حال 2 نفر معرفی کنین که 500,000 افغانی را در رقابت بپردازن، 5 سوال جواب بتن ببرند. بین اردویتان به 2 طرف مساج شوین. تشکر از خانواده حکیمی. در دیگر سای زندگی انشالله خوش شانس باشین. از شما 2 نفر اول کی میخواید که جواب بده؟ اول من. شما بریم به طرف اتاق مخصوص ما. ما و شما بریم به طرف یک وقفه. بعد از وقفه 5 سال. مرحله دوم رو در رو
خوش آمدیم. پنج سوال که 500,000 افغانی جایزه داره پرسیده میشه از دو نفر. خدا کنه که 200 امتیاز پورا کنن. هپی ماسیف تولید خوشمزه و خوش ذائقه شرکت سوپرکولا. هپی ماسیف بنوشید سرآل و قدرتمند باشید چون توانایی بخش است. فرزاد، من پنج سوال از شما میپرسم. شما زوال اگر 200 امتیاز پورا کنین 500,000 میبرین. زوال هیچ کمک برتون نمیتونه، فعلا سرگرم شنیدن موسیقی است، صدای ما را نمیتونه میشنوه. و اگر کدام سوال از او جواب ده نمیتونیم بگیم بگذر، من میگذرم. اگر از وقت باقی مانده بود دوباره میپرسم. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. بپرسم، یک شخص مشهور افغانستان را نام ببرین که با شنیدن صدایش تشخیص میدهید کی است؟ فرهاد دریا. چیزی را نام ببرین که فعال بودنش نیاز به ستلایت یا ماهواره دارد. چینل تلویزیونی. یک دلیل را بگویید که چرا مردم از بانک قرض میگیرند؟ به خاطر نیاز شخصی خود. خوردنی را نام ببرین که معمولا هر رستوران دارد. پلاو. شغل را نام ببرین که تقاعدی دارد. ماموری. ما در اول از شما پرسیدم یک شخص مشهور افغانستان را نام ببرین که شما با شنیدن صدایش تشخیص میدهید کی هست و شما گفتین فرهاد دریا. اینا ما میشناسیم از صدایش. از صد نفر چند نفر با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ عبده. دو ما پرسیدیم چیزی را نام ببره که فعال بودنش نیاز به ستلایت یا ماهواره دارد. شما گفتین تلویزیون. از صد نفر چند نفر با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 28. 45 شد. سوال خوب پیش میرین. سه ما پرسیدیم یک دلیل را بگویم چرا مردم از بانک قرض میگیرن. شما گفتین نیاز شخصی. از صد نفر چند نفر با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ ده. چهارم پرسیدم خوردنی را نام ببرین که معمولا هر رستوران دارد و شما گفتین پلاو. نگاه نوشابه گازدارم بخورین که اگه آرق ده. نه از صد نفر چند نفر با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ نو. شست و چهار شد. تا حال پنجم پرسیدم شغل را نام ببرین که تقاعدی دارد و شما گفتین ماموریت. از صد نفر چند نفر با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 21. 85 امتیاز گرفتن. 115 امتیاز دیگه اگر ریاضی مضیفی نکنه. اینا نیاز دارن که 200 امتیاز پوره کنن، 500,000 رو ببرن و 115 امتیاز باید زوال بگیرن. تشویق کنن. زوال جان خوش گذشت؟ بسیار خوب است که خوش گذشته. پنج سوال تکراری از شما میپرسم، شما پنج جواب جدید بدین. اگر جوابای تکراری بدین این صدا را بشنوین. این صدا را کشیدین زود جوابتان را تغییر بدین. 85 امتیاز گرفتن، طور جواب دادن که هر پنج جوابشان صفر نداره، کلش جواب دادن. منتظر ازی باشین که شاید شما جواب تکراری بدین. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. یکون سوال هم میتونیم بگیم بگذر، از اینکه چوب باری خوب است بگیم بگذر. اگر از وقت باقی مونده بود دوباره هم سوال هم میپرسم. آماده هستین؟ بله. بلندتر جواب بدین. درست. من فرق بین جواب شما و بگذر را بفهمم، به خاطر بلندتر جواب بدین. درست. یک شخص مشهور افغانستان را نام ببرین که شما با شنیدن صدایش تشخیص میدهید کی است؟ حامد کرزی. چیزی را نام ببرین که فعال بودنش نیاز به ستلایت یا ماهواره دارد. رادیو. یک دلیل را بگوین که چرا مردم از بانک قرضه میگیرند. به خاطر عروسی. خوردنی را نام ببرین که معمولا هر رستوران دارد. ماکارونی. شغل را نام ببرین که تقاعدی دارد. تقاعدی دارد. مامور. تکرار. یک چیز بگین وقت داره. ورزشکار. کف بزنیم به افتخارشان. خوب بود. شما یعنی میخواین تقاعد هم کنیم با باسکتبال؟ بله. از من از شما پرسیدم یک شخص مشهور افغانستان را نام ببرین که شما بشنیدن صدایش تشخیص میدین که کی است و شما گفتین؟ حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان که یک دوره قبل بودن رئیس جمهور، دو دوره ریاست جمهوری کردن، یک دوره هم دوره انتقالی داشتن. از صد نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشتن؟ 35. اما بیشترین امتیاز از این جناب رئیس جمهورش فعلی بود، محمد اشرف غنی، که وقتی گپ میزنن ما صدایشان هم میفهمیم که اینا سن. واه بهشنگ اینا رو 35 نفر گفته بودن. دو ما پرسیدم چیز را نام ببرین که فعال بودنش نیاز به ستلایت یا ماهواره دارد و شما گفتین رادیو. از صد نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 15.
135 شد مجموع امتیازات کن بلندترین امتیاز از اینترنت بود که به ماهواره تعلق داره و بیشترین نفر از صد نفر امروز گفته بودن چهار ما پرسیدم دلیل را بگوین که چرا مردم از بانک قرض میگیرن و شما گفتین عروسی از صد نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته 20 155 شد مجموع امتیازاتتان خوب پیش میرین اما بلندترین امتیاز ازی تجارت بود به خاطر تجارت کردن پیسه قرضه میکشن که یک کار بار خوب شروع کنن بالای پول و چهارم ما پرسیدم چیز را نام ببرین که هر رستوران تقریبا داره اما چیز را شما گفتین مکرونی بسیاری از رستورانتان نخواد داشته باشه بسیاری از رستورانتان نداره از صد نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ صفر بلندترین امتیاز ازی سوپ بود که هر رستوران پیش روی تان اگه بخواین نخواین میره کاسه سوپ هم میمانن 155 مانده نمو توتال 45 امتیاز دیگه نیاز داریم ببینیم که سوال پنجم از چه رقم جواب داده ما در اول شما در پنجم پرسیدم شغل را نام ببرین که تقاعدی دارد و شما گفتین جواب دادن نتونستین 45 امتیاز کم آوردن بلندترین امتیاز از این نظامی بود که نظامی ها تقاعدی دارن 45 امتیاز کم آوردن که 500000 افغانی را ببرن خیر باشه 10000 افغانی پول نقد و اکسید موبایل بنده هستن کف زنیم برشان بازم مبارکتان باشه شما خانواده عزیز اگر بخواید در برنامه رو در روش تلاش کنید زنگ بزنید به 456 بعد از انتخاب زبان گلد 623 را فشار بدید بعد از شنیدن بیپ هر چهار نفر خود ثبت نام کنید در برنامه را پیدا میکنید این بود برنامه امشب تا شبهای دیگر الله نگهدار برای تماشای قسمت قبلی برنامه اینجا کلیک کنید برای تماشای قسمت بعدی برنامه اینجا کلیک کنید اگر میخواهید در یوتیوب با ما بپیوندید اینجا کلیک کنید اگر برنامه خوشتان آمد لایک کنید کامنت بگذارید